صدر اعظم پاکستان روی موضوعات مهم ترانزیتی، تروریسم و افرادگرایی و امنیت منطقه‌ای بحث صورت گرفته است. همچنان در این دیدار صدر اعظم پاکستان از حمایت چین در گفتگوهای صلح کشور قدردانی کرد. حال در این بحث روی امنیت این دیدار و منفعت هم برای کشور و منطقه بحث میکنیم و اینکه کمک های چین به پاکستان و ایجاد راه ابریشم چه منفعت هایی میتواند به کشور داشته باشد، آنچنانه که توجه به اهمیت ترانزیتی کشور در منطقه و استفاده آن برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور یکی از شعارهای دولت وحدت ملی بوده است. حال دیده شود که حکومت وحدت ملی چقدر خواهد توانست از معاملات منطقه‌ای و تعامل با کشورهای همسایه به نفع خودش سود ببرد و آیا وعده پاکستان و خوشبینی‌هایی که برای کمک به آوردن صلح از جانب این کشور صورت گرفته است جامعه عمل خواهد پوشید. حشمت احمدزی هستم و در بحث کنونی حشمت غنی احمدزی و دکتر میر محمد امین فرهنگ را با خود دارم. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای احمدزی، از شما آغاز میکنم. افغانستان در طول تاریخ بنابر موقعیت سوق الجیشی که داشته همیشه پامال بوده است. حال چقدر این توانایی را داره که از این موقعیت خود به منفعت کشور و مردمان کشور سود ببره؟ ببینید، ما موقعیت داریم، ظرفیتش هم داریم. مسئله سر از این فرق میکنه که دنیا هم تغییر کرده و رابطه سیاه و سفیدی که در دوران جنگ سرد یا با وجود روسا وجود داشت و اینا هم تفاوت کرده، نکات بسیار مشترک پیدا کرده. میتونیم که تو باز ممالک که امکان داره در یک نکته یا دو نکته شراکت داشته باشیم و نکات هم پیدا کرده میتونیم که امکان داره به مسائل متعدد همکاری داشته باشیم. تفاوتش سر عظیمه که جامعه نو سیاسی شده افغانستان به حساب، با اجازه بدین که من کلمه نو سیاسی شده را دنبال کنم، یک رقم میگیره چون خود آقای فرنگ هم به تاریخ من دیده را خوب است که زمان امان لخان یک چوکات نسبی آمد که یک اداره مبدل شوه به ای که یک کشوفش داشته باشه، یک ترتیب داشته باشه. انوالومنت ترکا وقتی که آلمانا فشار جنگ جهانی اول دیده بودن و قربت بود و اینا، آمدنشان آقای ترزی را، آمدنش از ترکیه و روابط ایجاد کردن، اردو ایجاد کردن، مسائل سیر ایجاد کردن و اینا، یک چیز نسبی رونق حکومتی پیدا کرد و امو 13-14 سال تعلیم یافته هم که در اون زمان وجود داشت برای خود یک جایگاه نسبی دیده میتونست. یک زمان فاصله سر تشدد ماداشم خان و فشارهای بسیار خاص و اینش، پس باز یک سر بلند کردن یک قشر تعلیم یافته که بعد از یک علقه برگشت شروعش در دوران شاه محمود خان، مردم زیادتر فعال شدنشان در دوران صدارت سردار سپ داود خان و بازم تعداد از اینا بسیار عظیم نبود که نتانن کرده که به او پروژه ای که از طریق یوسید و کمکای روسیه هم نساجی خانده بود، انجینری خانده بود، دیگه خانده بود اینا، بسیار جد جایگاه هم پیدا کرده تانست و همزمان به میفاصله یک قشر داخلی سیاست مدار افغان هم همراه خود بلند کرد که مثالش آقای منوال و باز دیگره شده میتونه که بدون بیرون رفت از مملکت هم زیر تاثیرات اعظم و آمدن به هسته چی دفتن میمون. پس به یک دموکراسی دوران شاو اینا که تعداد مکاتب زیاد میشه و دیگه زیاد میشه و مسئله اردو زیاد میشه و اینا، یعنی تعداد تعلیم یافته زودرس به اصطلاح بدون از این که سنجش از این شده باشه که این جایگاه هم پیدا کرده نمیتونه، باعث عقده خاص میشه. اینا رو باز پس یک دوره دیگه میاده، دوران آقای کرزی به این 13 سال که ما بسازد به تعلیم و به سیاست و به میدیا و به جامعه مدنی و به حقوق و به دیگه و اینا، به هزاران مؤسسه و اینا چی میکنیم بدون از اینکه جایگاه نسل جوان تعلیم یافته را جهت داده باشیم و هر کدام از این که از او هستایی که فکر میکنن که ما درس خواندیم، تعلیم کردیم و قدرتمندیم دور میمونه، سر مناسبات بین المللی ما تاثیر پذیر است. دوم، برگشت جامعه ما
چی از اروپا چی از امریکا و اینا منطق روابط ما تا بال جمع نشده. یعنی آخر پس به سوالتان راجع کنم، من قدر دور و دراز ساخته بودم شام که اونای ما که مثلا به آلمان درس خونده، اوی ما که به امریکا درس خونده، اوی ما که از ایران برگشته، اوی ما که به پاکستان هم بوده، تا بال یک اصلی سیاسی مقدر پیدا نشده که کل از این جهت بده و نکات را پیدا کنه که پس به نفع مملکت باشه. نگرانی همی نمی است. ایران و روسیه در طول 13 سال حکومت کرزای هم نگرانی داشتن که مبادا امریکا از افغانستان به ضرر از او کشورها استفاده کنه. حال چقدر ما میتونیم که سیاست چند محوری خود را حفظ بکنیم و این کشورها را خاطرشان را جمع بسازیم که از خاک کشور به منفعت و یا به ضرر کدام کشور دیگه استفاده نخواهد شد؟ ببینید، یک رای که عملی دیگه جامعه داشته، چرا ما بسیاری چیزها را اینطور فکر میکنیم که تنها ما بودیم که از جنگ برآمدیم، ما بودیم که جنجال داریم، ما بودیم با شرایط چیز و اینا. دنیا هم مثالی داره. اگر ما روابط رقم میکنیم که اول خود ما در زمین اساسش باید در جامعه خود باشیم. ما اگر کسی ما در آلمان درس خوانده میگیم جاسوس آلمان است. ما اگر میگیم که در ایران درس خوانده میگیم جاسوس ایران است. اگر میگیم در امریکا درس خوانده اینا. اگر اینا رو نبریم پس زیر یک چتر ملی و از اینا به عکس یک ثروت ملی به حساب ارتباط استفاده نکنیم، نه ارتباطات رو درست نگاه کرده میتونیم، نه به نفع مملکت استفاده کرده میتونیم. این نکات مشترک نیست اینجا. اینجا مسئله سوء استفاده و یا قشر سیاسی ما بدبختانه این کارم کرده. به می خاطرم است که جامعه و غیر اعتبار سرش نمی کنه، چرا اگر پول گرفته مطلق با مو چی چرخیده با مو نفذ و مملکت. این مثال قشر بدل کرده می دانه که تعلیم یافته است، اعتقاد داره، منطق ازیره داره و به سبای افغانستان ثابت کرده می دانه که ملی حرکت کرده می دانه و او روابط نزدیک کرده. ببینین دنیای غربی یا دنیای پیشرفته یا دنیای ثروتمند در هر عرصه‌ای که ببینین سر کسی زیادتر نزدیک میشه که از نگاه بیروکراسی، از نگاه ارستوکراسی جامعه خودش و از نگاه تعلیمیش به اون نزدیکی داشته باشه. مثال اتومتان آقای فرنگ بالمان داست یک امریکایی امکان داره امرای ما آرامتر باشه نظر ایک امرای یک آلمانی امرای آرام بدون ازی که یک ترجمان کار داشته باشه میترفتر این مانا از این نمیده که اوکی. من این ضرورت ها فرق میکنه که چطور اکایی ما میتونیم یک تشکلی ایجاد کنیم که حداقل نسل جوان ما که تعدادش آیسته آیسته کمش اگر ایسایی که میتونم میگن 460 هزار نفرش از پانتون و اینا زیاد رست و ایسایی هم من نمیفهم که چقدر مطمئن است و اینا. خب این رو بخواهیم نخواهیم در 4-5 سال به 2 میلیون 3 میلیون میکشه. این اگر جهت داده نتانین خودشان هم بین خود تنظیم کرده نتانین. ببینین که رهبریت خدا، رهبریت سیاسی 10 سال بعد خدا زنجیر بافتش از امیال بفامن اگه اینا هم سبب به طرف شدن واقع شدن رسی که 50 نفر چپی ما 50 نفر راست ما یک 50 نفر هم که در وسط را گم کده بود ملک به قدر غم کشند. خب وقتی که چند میلیون روبرو میشه باز چی میگه؟